در مجموع برنامه آموزش مهارت‌های رانندگی قرار یاد بگیریم چطوری مثل حرفه‌ای‌ها رانندگی کنیم. این مهارت‌ها رو قراره که بهمون یاد بده قهرمان 167 دوره مسابقات ریس قهرمانی کشور شروین یگانه. قسمت بعدیمون تعویض دنده است. تعویض دنده تو ماشین‌های مختلف متفاوته بستگی به توان ماشین، یعنی همون هورس پاورش و ترک ماشین. ترک ماشین توی دورهای پایین تره، اسب بخار توی دورهای بالاتره. به این مثلا ما یه گرافی داریم توی داینو، اول ترک ماشین روی بالا میره، اسب بخار ماشین اول پایینه، توی نقطه همدیگه رو قطع میکنن و بعد اسب بخاره که بالا میره. چیزی که احتمالاً برای خیلی هاتون سواله رابطه بین گشتاور و قدرته. به صورت خیلی ساده اگه بخوایم بنویسیم، پی قدرت مساوی با گشتاور ضرب در سرعت زاویه‌ای، حالا گشتاور تورک میگن، اینجا هم شما میتونید با هورس پاور اینو در نظر بگیرین و نمودارش اینجوریه. یه توضیح میدی شروین در مورد این نمودار؟ ببینید الان نموداری که کشیدیم یه ماشین رو تصور میکنیم که کاتافش روی 7000 دوره، یا حالا کاتافش شاید بالاتر باشه ولی پیک توان اون روی 7000 دوره. ما اینجا لحظه ای که ماشین داریم راه میافتیم حرکت میکنیم، ولی دور موتور وقتی پایین رو 3000 دوره، ما اینجا گشتاور بیشتری داریم. گشتاور ممکنه تا مثلا تا 5000 دور، حالا اینجا تا 4800 دور بیشترین گشتاور رو داریم. مثلا اینجا 200 نیوتن متر گشتاورمونه. از اینجا بعد دیگه ماشین داره میره روی هورس پاور یا اسب بخار بیشتر. بهترین حالت تعویض دنده ما تو زمانیه که بین این دوتا باشه، یعنی دو گشتاور بالا و لحظه ای که رو پیک توان اسب بخارمون میاد. اینجا ممکنه مثلا ما دندمون دور موتورمون مثلا حالا روی 5000 دور، اسب بخارمون مثلا 200 باشه، توی این نقطه به 210 تا برسه. ولی بهترین حالت ما چرا اینجاست تعویض دندمون؟ به خاطر اینکه دنده بعدیمون وقتی میاد پایین، اگر ما اینجا عوض کنیم رو 210 تا، ممکنه برگرده رو جایی که اسب بخارمون مثلا رو 150 تا باشه. به خاطر همین دور موتورمون میبریم بالا تا 7000 تا میکشیم. باز بستگی به شرایط گیرباکسمون داره و رشیو دنده‌هامون. اینجا دنده روی 7000 تا بهترین حالتش عوض کنیم که برمیگرده دوباره از 200 تا شروع بشه. نکته ای که وجود داره اینه که اگر سرعت بیشتری میخوایم باید بذاریم دور موتور بره بالا و دنده رو عوض کنیم، ولی اگه به گشتاور بیشتری نیاز داشته باشیم باید دقیقاً در تقاطع بین گشتاور و توان دندمون عوض کنیم. توی تعویض دنده زمانی که ماشینتون خیلی قوی نیستش و توان خیلی زیادی نداره، میتونیم پاتون رو روی گاز ور ندارید، پاتون روی پدال گاز ثابت باشه و فقط دستتون و پای چپتون با هم دیگه خیلی هماهنگ و سریع باید این کار رو انجام بدن. تو اینجا دقت کن، الان پام روی گاز ثابته، فقط دست و پام کنفور، پای راست هم هیچ حرکتی نکرده. دوباره توی دنده دو به سه، فقط پام و دست راست هم موقع معکوس دارن ترمز، معکوس زمانی که معکوس رو میدین خیلی مهمه که همون لحظه پاتون رو ترمز بشه، یعنی قبلش پاتون رو ترمز رفته باشه که دور موتور ماشین سریع بتونه بکشه پایین. الان موقعی که معکوس دارن میدین ماشین هیچ تکونی نخورد. حالا یه بار این معکوس رو اشتباه میدم، یعنی بدون اینکه ترمز بزنم فقط معکوس رو دادم، بعد تکون خوردن جلوی ماشین رو ببینید چجوری سر ماشین میخواد بخواب زمین. این ضربه رو دیدین چجوری داد؟ این ضربه هم به گیروستون آسیب میزنه هم به کلاجتون. پس زمانی که میخواییم معکوس رو بدیم حتما بعد زمانی باشه که بهمون رو ترمز شدید باشه. نمیدونم اشتباه یا نه، خیلی وقتی مثلا میخوان شتاب 0 تا 100 رو بگیرن میرن و به کاتاف میرسن و بعدن تعویض دنده میکنن، این درسته یا نه؟ نه، کاتاف کردن که کلا داره مکس ایجاد میکنه. اون لحظه‌ای که کاتاف میشه یعنی داره برق رو قطع میکنه. وقتی هم برق رو قطع میکنه تو آستانه کاتاف کردن میلنده. تو آستانه کاتاف خب بستگی میگم به همین شرایط موتور داره. اگر مثلا ماشین من بهترین حالتش 7000 تا باشه، رو همون 7000 تا دنده رو عوض میکنم، یعنی تو همون قبل کاتافش میبرم. ولی ما حالا تو شرایطای دیگه ممکنه مثلا توی شرایط مسابقه اگه بخوایم در نظر بگیریم، بخاطر اینکه بعضی موقع تو خروج از پیچ ممکنه دور موتور از حتی 7000 که پیک توانمون بالاتر ببریم، با اینکه دنده بعدیمون داخل پیچ داره عوض میشه و می‌خوایم افت دور موتور نداشته باشیم.
خب اگر شتاب بخوایم کجا باید دنده رو عوض کنیم؟ اگر شتاب بخوایم دقیقاً بعد تا این نقطه ببریم دیگه. تا 7000 بعد ببریم و بعد دنده رو عوض. بعد دنده رو عوض کنیم. حالا ماشین مختلف دور موتورهای مختلف داره. ماشینی که واسش مسابقه دیم مثلا 9600 تا آر پی ام میزنه. رو همون 9600 تا مثلا 9400 تا من دارم تعویض دنده میکنم. که وقتی برمیگرده از 8500 شروع شه. چون ماشینی که ما داریم اینجا استفاده میکنیم میسوابشون هم لیفت و هم دیوریشن بالاتری داره. توانشون معمولا دو دلار بالا بهمون میده. بهترین زمان برای تعویض دنده الان یه بار این ماشین رو امتحان میکنیم. حساب کیلومتر اگه داشته باشیم. ببین الان دور موتور رو نگه داشتم. اینجا تو کاتاف رسیدیم. اینجا دیگه ماشین وقتی داره کاتاف میزنه شما تعویض دنده بکنین اون کندی رو گرفتی، یعنی یه بار سر ماشین اومده پایین زورش گرفته شده و دوباره داری دنده رو عوض می‌کنی. قبل اینکه به نقطه کاتاف برسه باید دنده تعویضش انجام بشه. اگه بخوای خلاصه کنی، اگه گشتاور بخوایم چه جوری باید دنده کشی کنیم و اگر سرعت بخوایم باید چجوری دنده کشی کنیم؟ ببین اگه گشتاور بخوایم باید دور موتور رو جوری نگه داریم که وقتی تعویض دنده می‌کنیم نقطه‌ای بیاد که بیشترین گشتاور رو داشته باشیم. ولی اگه نه بخوایم تو مسیر کفی و مستقیم باشیم، باید دور موتور رو جوری تنظیم کنیم که وقتی دنده بعدی رو می‌دیم رو ماکسیمم اسب بخارمون باشه. درسته. و اینا کجا باید بفهمن؟ چون همه که این گرافا رو حفظ نیستن. و گراف ماشین به ماشین فرق می‌کنه. نیستش که گرافو حفظ باشی. هر ماشین رو پشتش بشینی میشه تشخیص داد که حالا گشتاورش روشه دوری بهتره. حالا مثلا ماشین آفرودی رو تو سربله و اینا معمولا گشتاورشون رو دوره پایین‌تره دیگه، چون حجم موتورشون زیاده و گشتاور بیشتری دارن. اونا رو تو دور موتور پایین‌تر مثلا تو موشیبا رو دور موتور پایین‌تر عوض بکنی، ولی خب سرعت تعویض خیلی مهمه که دور موتور نیفته. اگه رو اون دور موتور عوض کنی خب خیلی راحت‌تر بالا میره. هم هرزگردیش کم میشه هم راحت بالا میره. ولی بعضی ماشینا میبینی گشتاور پایینی دارن و مجبور میشی دور موتور رو بالا ببری و شتابگیری زیاد بکنی و تعویض زنده بکنی. حالا یه موقعی هستش که میبینین بعضی ماشینا کاتافشون فقط میبرن بالا، میرن از طریق ریمپ کاتاف ماشینا میبرن بالا. این به این معنی نیست که حتما بهتر میشه شما اگه کاتافتون بالاتر باشه. باید ببینید که ماشینتون بیشترین گشتاور و اسب بخار رو روشه دور موتوری داره میده و بین اونو بتونین بگیرین و تنظیم کنین روی اون حالت. اگر باشه بهترین راندمان میتونه از ماشین داشته باشه. مردم عادی که اینجوری نبر رانندگی کنن، پدر ماشینشون در میاد، اونا چجوری باید تعویض دنده کنن؟ البته این کار هیچ اتفاقی برای ماشین عادی نمیفته. یعنی شما دور موتور اصلا فکر نکن بالا میبری ماشینت خراب میشه. اون تعریف شده وقتی کاتافش رو 6500 مثلا یه ماشین شهری رو بستن، یعنی تا اونجا سیف و هیچ مشکلی پیش نمیاد. اتفاقا با شرایط بنزینی که ما تو ایران داریم الان، بدترین کاری که رو دور موتور پایین رانندگی بکنی. چه بلایی سر موتور میاره؟ این وقتی که اوکتان بنزین پایین باشه اشتعالش خیلی زودتره. وقتی اشتعال زودتر انجام میشه، مثلا ما اگه پیستونمون اینجا نقطه مرگش باشه، پیستون هنوز به نقطه بالا نرسیده، انفجار صورت میگیره. این محض احتراقمونه. انفجار اینجا صورت میگیره، این هنوز به نقطه بالا نرسیده پیستون. وقتی به نقطه بالا نرسیده باشه هنوز پیستون تو جاش کجه. اون صدای ناکی که شنیدین یه موقع چغچغ موتور داره در میاد با دور موتور خیلی پایین، این اتفاق داره به خاطر اوکتان پایین بنزین میفته. خب الان با توجه به این بنزینی که داریم، اون ماشینایی که نیاز دارن بنزین سوپر بزنن بهتر رو چه دور موتوری تعویض دندشون رو انجام بدن؟ ببین مثلا من خودم ماشین خودم مجبورم رو دور موتور بالا نگرش دارم. اگر بنزین خوب نداشته باشم بالای 3000 تا بالای 3000 اصلا دندار میرم رو حالت اسپورت و دور موتور رو همش بالا نگه داشتم. اگه دور موتور بیاد پایین شروع می‌کنه نک زدن چرخ کردن پیستون، که اون شکستن پیستون هست. درسته. وقت دنده کشی توی سر بالایی با سر پایینی چه تفاوتی داره؟ اگر بخوای نهایت توان رو بگیری هیچ فرقی نمی‌کنه. خب ببین مثلا ما تو مسیر مستقیم رو 3000 تا دنده رو عوض می‌کنیم، ولی وقتی میافتیم تو سر بالایی میریم تو 4000 تا، رو 4000 تا دنده می‌کشیم. این درسته اصولیه یا نه؟ آره. خب اگر نبری بالا ممکنه خب افت توان داشته باشی دیگه، یعنی سربالایی بخاطر اینکه داره زور میزنه بالا میره و دور موتور بالاتر که عوض کنی، همین قضیه که اینجا داره اتفاق میفته، میاد جایی که تورک بیشتری داری و راحت تر بالا میره. ولی اگه دور موتور پایین عوض کنی میاد جایی که تورکت خیلی کم میشد دیگه. زور کار درستیه. ما تو سربالایی بعد دور موتور ببریم بالا، مثلا اگر اینجا روی 4000 تا ببریم رو 5000 تا، بعد تا بخوایم دنده رو عوض کنیم خودش میرسه به 4000 تا. دقیقاً. الان خیلی جا اگه نیا کنیم مثلا یه خیابونی که سربالایی دارن میرن، یا مثلا با دنده دو طرف وارد اونجا میشه، بعد وسطش وای میسته دور میذاره دنده یک. اون قبلش موقعی که بپیچه بعد دنده رو تو یک بذاره و
با دور موتور بالا وارد مسیر بشم. خب حالا اگه ماشین اون جدید باشه و با بنزین ایران مشکل بخوره، ما باید با دور موتور 5000 6000 تو سربالای رانندگی کنیم که 4000 تا دنده رو عوض کنیم. دقیقاً. ولی خب الان یه دستگاه داینو تو ایران اومده و میتونن برن روی اونا سازگاری با بنزین انجام بدن. در کنار من خانم لاله صدیقی ایستادن، ایشون قهرمان اتومبیلرانی ایران هستن و قراره که به ما در مورد نحوه صحیح ترمزگیری امروز آموزش بدن. یه توضیح میدین خانم صدیق انواع اقسام ترمزگیری ها رو؟ بنا به دسته‌بندی ترمزگیری برای یک راننده شهری و یک راننده مسابقه، ما اینها رو به دو دسته تقسیم میکنیم. تقریبا میشه گفت که ترمزگیری در رانندگی پیست توسط راننده مسابقه یک ترمزگیری اگریسیو هستش، یک ترمزگیری جدی هستش، تهاجمی هست، و راننده شهری هر چقدر بتونه مسافت ها رو درست تشخیص بده و تصمیم در لحظه صحیح بگیره با توجه به فشاری که به پدال ترمز میاره، اینها رو ما به دو دسته یا یه دو گروه کلی تقسیمشون میکنیم. طبیعتاً در شهر هر چقدر ترمزگیری بتونه اصطلاحا میگن آب تو دل مسافرین تکون نخوره، به اون سیستم نزدیکتر بشیم و در مسافتی که با یک آبر یا با خودرو یا با مانعی که قرار میگیریم و مواجه میشیم بتونیم یک ترمز ایمن داشته باشیم، طبیعتاً اون ترمز مطلوب ترین ترمز هست. البته خب آیتم های دیگه‌ای هم به غیر از مهارت راننده توی نحوه و کیفیت ترمزگیری دخیل هست که اون آیتم ها بحث سلامت بودن سیستم ترمز که شامل دیسک ترمز هست، شامل لنت ترمز هست و شامل روغن ترمز هست و تمام اجزایی که اینها رو به هم متصل میکنن، به علاوه بحث سالم بودن لاستیک که در واقع آج لاستیک آج کاملی باشه، بیش از حد خورده نشده باشه، اصطلاح عامیانش این هست که میگن سیم نزده باشه، همه اینها میتونه توی کیفیت ترمزگیری در یک مسافت ایمن کمک بکنه. ترمزگیری در مسیر مستقیم به دو بخش تقسیم میشه. فرض میگیریم از زمانی که میخوایم ترمز و پدال ترمز و فشار بدیم تا زمانی که ماشین ایست کامل میکنه یه مسافت، حالا با یه سرعت مشخص، یه مسافت 50 متری رو داریم. توی این حالا اگر ما پدال ترمزمون رو یوهو فشار بدیم، حالا اگر ABS داشته باشه زیر پامون پله میکنه، شروع میکنه به زدن پدال، و اگر ABS نداشته باشه ماشین شروع میکنه به سر خوردن. پس باید چیکار کنیم که این اتفاق نیفته؟ وقتی میخوایم اتفاق نیفته و ماشین تو مسافت کمتری بایسته، مثلا اگه با فشار پدال سری ما تو 50 متر با سرعت 100 کیلومتر بایستیم، وقتی که ترمز رو به صورت آستانه‌ای فشار میدیم تو یه تایم تو یه دونه متراژ کوتاهی از این مسیر فشار کم ترمز رو داریم، یعنی فشار کم پدال ترمز. اینجا با فشار کم چه اتفاقی داره میفته؟ ما وقتی که یه ذره پامون رو روی پدال فشار میدیم، البته این کار خیلی سریع انجام میشه، یه ذره که پامون رو روی پدال فشار میدیم وزن میفته رو چرخهای جلوی ماشین. بس که رو چرخ جلوی ماشین میفته، فرض کن این چرخ جلوی ماشینه، وزن وقتی هر چقدر بیشتر روی این بیاد فشار عمودی داره وارد میکنه نسبت به لاستیک، و لاستیک هم فشار عمودی به سطح آسفالتمون. این باعث میشه که ماشین خیلی زودتر بیسته و پدال ترمزتون نه قفل بکنه، نه اینکه اگر ABS داشته باشه زیر پاتون اون پدال بخواد لرزش داشته باشه و اون فاصله تون. اینجا فشار زیاد ترمز رو داریم بعد فشار کم، و ممکنه اونجا توی مسافت 40 متری بایستیم. توی فرایند ترمزگیری دنده‌ای بودن ماشین میتونه یک کمک بیشتری به راننده بکنه برای متوقف کردن خودرو، که خب در واقع با دنده معکوس ما میتونیم به کیفیت ترمزگیری اضافه بکنیم. زمانی که این مسافت رو طی کردیم، جایی که موانع زرد رو ملاحظه میکنید، در حالت اول اقدام به ترمز کردیم که مسافت خوبی بود برای یک ترمزگیری ایمن، و خط فرضیمون رو برای توقف نهایی همونطور که میبینید این مسیر شطرنجی خط پایان پیست اتومبیلی در نظر گرفته بودیم، تونستیم
بدون اینکه ترمز به حالت قفل کردن برسه و ماشین سر بخوره و از کنترل خارج بشه، توقف کامل و ایمنی داشته باشیم. نوع ترمزگیری روی یک آسفالت با سطحی که خاکی هست، با سطحی که روش روغن ریخته، یا عموماً روی خط عابر پیاده که یکی از سرترین و لیسترین سطوحی هستش که راننده باید اجتناب کنه از ترمزگیری روی خط عابر، همیشه ما قبل خط عابر باید ترمزگیریمون تمام شده باشه، چون حتما مثل یخ و برف و روغن عمل میکنه برامون. در حالت دوم این مسافت رو طی میکردیم با سرعت مشابه، با شرایط مشابه، و اقدام به ترمزگیریمون از یک نقطه دیرتری اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی در واقع یا بنا به تشخیص غلط، یا بنا به این که راننده تمایل داشته که دیرتر ترمز کنه بدون توجه به این که آیا این مسافت ترمزگیری تا نقطه توقف نهایی کافی هست یا نه، ترمزگیری کرد. و نتیجه چی بود؟ همونطور که ملاحظه کردین ترمزهای ماشینمون قفل کرد و ما بعد از نقطه‌ای که باید توقف کامل می‌کردیم تونستیم ماشین رو نگه داریم و به توقف کامل برسونیم. خب توی مسیرهای شهری و تو مسیرهای مستقیم وقتی که به دست انداز می‌رسیم چجوری باید ترمز کنیم؟ ببینید قبل از اینکه به دست انداز برسیم، حالا چون تو کشورمون خب دست اندازا خیلی تقریبا میگفت سکوپرشه، قبل اینکه به این برسیم باید پامون با حالا همون مقدار ترمزی که اول فشار کم فشار زیاد بخاطر اینکه ماشین سریعتر وایسه داشته باشیم، ولی لحظه که میخوایم دست انداز رد بشیم بهتر که حتما گازو ول کنیم یا حتی یه مقدار خیلی کم یه کوچولو گاز بدیم که سر ماشین یه مقدار بیاد بالا و ضربه ای که به کمک و طبق و حالا تمام قطعات جلو بندی میتونه وارد بشه تا جایی که میتونیم کمش بکنیم. خب خیلی من دیدم با ترمز رو دست انداز رد میشن، این کار درسته؟ نه دیگه، این خیلی ضربه شدیدی به همین قطعات میزنه، هم کمک، هم لاستیک، هم رینگ، هم طبق. خیلی وقتا تو مسیرهای مستقیم شهری یا بین شهری که میریم هوا تاریکه و دید خوبی نداریم به دست اندازا، یه دفعه دست انداز رو میبینیم سرعتمون هم بالاست و زمانیه که دیگه دیر شده برای ترمز کردن، چه جوری باید اونجا رو رد کرد؟ جایی که داشته شاید اصلا 2 متر جای ترمز داشته باشه، حتما همون 2 متر هم بعد استفاده بکنیم، ولی دوباره تو همون نقطه که میرسیم حتما بعد ترمز رو ول کنیم. یعنی میخ باید بزنیم رو ترمز دیگه چاره ای نیست. با همون حالت دو پداله، چون تو هر سرعتی که باشی اون حالت بهت کمک میکنه که سریعتر بایسته. اون دو پداله البته دو تا پدال رو نمیزنیم و این موقع اشتباه نشه. میشه پدالو بکشی؟ پدال ترمز رو؟ نه، فرض بگیریم پدال ترمزه، مقدار زاویه‌ای که پدال ترمز اون بازی میکنه، فرض بگیریم که یه ماشین 50 درجه است. ما لحظه که میخوایم پدالو فشار بدیم به صورت آستانه‌ای یه لحظه آروم میریم پایین بعد زیادش میکنیم. یعنی یه کوچولو اول میریم پایین بعد کامل فشارش میدیم. سریع داره این کار انجام میشه. حالا دلیلش هم همون بودش که وزن رو میندازیم رو چرخهای جلو و چسبندگیمون خیلی بیشتر میشه. خیلی خوشحالم که داریم توی مجموعه های آموزشی بیتران با کمک فدراسیون شماها رو آموزش میدیم و آگاهتر میکنیم به حرفه و فن رانندگی و مهارت های اون. یه آمار غم‌انگیز بگم بهتون که سالی 20,000 کشته جاده ایران داره داخل شهر و خارج شهر، و فکر کنیم که به عنوان مسئولیت اجتماعی با کمک قهرمان بچه‌های حرفه‌ای، بچه‌های توانا و مربیان بسیار ارزنده و ارزشمندی که داریم سهمی داشته باشیم که چطوری کم کنیم این تلفات جاده‌ای رو و سوانه جاده‌ای رو. اگر بتونیم یک نفر از آموزش‌هایمون الگو بگیره و یاد بگیره، من فکر کنم کار بزرگی رو فدراسیون انجام بده. خواهش می‌کنم همراهی کنید، نظر بدید، نقد کنید، صحبت کنید با ما و حتما استفاده کنید و به دیگرانم توصیه کنید. ممنونم که همراه ما هستید.